فصل 23. سپس تمام حاضران در مجلس برخاستند و او را به حضور پیلاطوس آوردند و علیه او شکایت خود را این طور شروع کردند: ما این شخص را در حالی دیدیم که به منحرف کردن ملت ما مشغول بود. او با پرداخت مالیات به قیصر مخالفت می کرد و ادعا می کند که مسیح یعنی پادشاه است. پیلاطوس از او پرسید: آیا تو پادشاه یهودیان هستی؟ عیسی جواب داد: تو می گویی. پیلاطوس سپس به سران کاهنان و جماعت گفت: من در این مرد هیچ تقصیری نمی بینم. اما آنان پافشاری می کردند و می گفتند: او مردم را در سراسر یهودیه با تعالیم خود می شوراند، از جلیل شروع کرد و به اینجا رسیده است. هنگامی که پیلاطوس این را شنید، پرسید که آیا این مرد جلیلی است؟ وقتی مطلع شد که به قلمرو هیرودیس تعلق دارد، او را پیش هیرودیس که در آن موقع در اورشلیم بود فرستاد. وقتی هیرودیس عیسی را دید بسیار خوشحال شد، زیرا درباره او مطالبی شنیده بود و مدتها بود می‌خواست او را ببیند و امید داشت که شاهد معجزاتی از دست او باشد. از او سوالات فراوانی کرد، اما عیسی هیچ جوابی نداد. سران کاهنان و ملایان جلو آمدند و اتهامات شدیدی به او وارد کردند. پس هیرودیس و سربازانش به عیسی اهانت کرده او را مسخره نمودند و قبای پرزرق و برقی به او پوشانیده او را پیش پیلاطوس پس فرستادند. در همان روز هیرودیس و پیلاطوس آشتی کردند، زیرا دشمنی دیرینه‌ای تا آن زمان بین آن دو وجود داشت. پیلاطوس در این موقع سران کاهنان، بزرگان قوم و مردم را احضار کرد و با آنان گفت: شما این مرد را به اتهام اخلالگری پیش من آوردید، اما چنان که می دانید خود من در حضور شما از او بازپرسی کردم و در او چیزی که اتهامات شما را تأیید کند نیافتم. هیرودیس هم دلیلی پیدا نکرد، چون او را پیش ما برگردانیده است. واضح است که او کاری نکرده است که مستوجب مرگ باشد، بنابراین او را پس از تازیانه زدن آزاد می کنم. زیرا لازم بود که هر عیدی یک نفر زندانی را برای آنها آزاد کند. اما همه با صدای بلند گفتند: اعدامش کن، برای ما برابا را آزاد کن. این شخص به خاطر شورشی که در شهر اتفاق افتاده بود و به علت آدمکشی زندانی شده بود. چون پیلاطوس مایل بود عیسی را آزاد سازد، بار دیگر سخن خود را به گوش جماعت رسانید، اما آنها فریاد کردند: مصلوبش کن، مصلوبش کن. برای سومین بار به ایشان گفت: چرا؟ مرتکب چه جنایتی شده است؟ من او را در هیچ مورد مستوجب اعدام ندیدم، بنابراین او را پس از تازیانه زدن آزاد می‌کنم. اما آنان در تقاضای خود پافشاری کردند و فریاد می‌زدند که عیسی باید به صلیب میخکوب شود. فریادهای ایشان غالب آمد و پیلاطوس حکمی را که آنان می‌خواستند صادر کرد. بنابر درخواست ایشان، مردی را که به خاطر یاغیگری و آدمکشی به زندان افتاده بود آزاد کرد و عیسی را در اختیار آنان گذاشت. هنگامی که او را برای اعدام می‌بردند، مردی را به نام شمعون که اهل قیروان بود و از صحرا به شهر می آمد گرفتند، صلیب را روی دوش او گذاشتند و او را مجبور کردند که آن را به دنبال عیسی ببرد. جمعیت بزرگی از جمله زنانی که به خاطر عیسی به سینه خود می زدند و عزاداری می کردند از عقب او می آمدند. عیسی رو به آنان کرد و فرمود: ای دختران اورشلیم، برای من اشک نریزید، برای خودتان و فرزندانتان گریه کنید. بدانید روزهایی خواهد آمد که خواهند گفت: خوشا به حال نازایان و رحمهایی که بچه نیاوردند و پستانهایی که شیر ندادند.
آن وقت به کوه‌ها خواهند گفت به روی ما بیفتید و به تپه‌ها خواهند گفت ما را بپوشانید. اگر با چوب تر چنین کنند، با چوب خشک چه خواهند کرد؟ دو جنایتکار هم برای اعدام با او بودند و وقتی به محلی موسوم به کاسه سر رسیدند، او را در آنجا به صلیب میخکوب کردند. آن جنایتکاران را هم با او مصلوب نمودند، یکی را در سمت راست و دیگری را در سمت چپ او. عیسی گفت: ای پدر، اینان را ببخش، زیرا نمی‌دانند چه می‌کنند. لباس‌های او را به قید قرعه میان خود تقسیم کردند. مردم ایستاده تماشا می‌کردند و رؤسای آنان با طعنه می‌گفتند: دیگران را نجات داد، اگر این مرد مسیح و برگزیده خداست، حالا خودش را نجات دهد. سربازان هم او را مسخره کردند و جلو آمده شراب ترشیده خود را به او تعارف کردند و گفتند: اگر تو پادشاه یهودیان هستی، خود را نجات بده. در بالای سر او نوشته شده بود: پادشاه یهودیان. یکی از آن جنایتکاران که به صلیب آویخته شده بود با طعنه به او می گفت: مگر تو مسیح نیستی؟ خودت و ما را نجات بده. اما آن دیگری با ملامت به اولی جواب داد: از خدا نمی ترسی؟ تو و او یکسان محکوم شده اید. در مورد ما منصفانه عمل شده، چون ما به سزای اعمال خود می رسیم. اما این مرد هیچ خطایی نکرده است. و گفت: ای عیسی، وقتی به سلطنت خود رسیدی، مرا به یاد داشته باش. عیسی جواب داد: خاطر جمع باش، امروز با من در فردوس خواهی بود. تقریبا ظهر بود که تاریکی تمام آن سرزمین را فرا گرفت و تا ساعت 3 بعد از ظهر آفتاب گرفته بود و پرده معبد بزرگ دو تکه شد. عیسی با فریادی بلند گفت: ای پدر، روح خود را به تو تسلیم می کنم. این را گفت و جان داد. وقتی افسری که مأمور نگهبانی بود این جریان را دید، خدا را حمد کرد و گفت: در واقع این مرد بیگناه بود. جمعیتی که برای تماشا گرد آمده بودند، وقتی ماجرا را دیدن، سینه زنان به خانه های خود برگشتند. آشنایان عیسی با زنانی که از جلیل همراه او بودند، همگی در فاصله دوری ایستاده بودند و جریان را می‌دیدند. در آنجا مردی به نام یوسف حضور داشت که یکی از اعضای شورای یهود بود. او مردی نیکنام و درستکار بود. یوسف به تصمیم شورا و کاری که در پیش گرفته بودند رأی مخالف داده بود. او از اهالی یک شهر یهودی به نام رامه بود و از آن کسانی بود که در انتظار پادشاهی خدا به سر می بردن. این مرد در این موقع پیش پیلاتوس رفت و جنازه عیسی را خواست. سپس آن را پایین آورد و در کتان لطیف پیچیده و در مقبره‌ای که از سنگ تراشیده شده بود و پیش از آن کسی را در آن نگذاشته بودند قرار داد. آن روز روز تدارک بود و روز سبت از آن ساعت شروع می شد. زنانی که از جلیل همراه عیسی آمده بودند به دنبال یوسف رفتند. آنها مقبره و طرز تدفین او را دیدند. سپس به خانه رفتند و حنوت و عطریات تهیه کردند و در روز سبت طبق دستور شریعت استراحت نمودند.